بیننده های عزیز، علاقمندان برنامه دریچه، سلام بر شما. خوشحال هستم که باز هم وقت برنامه فرا رسیده و ما با جمع از همکارانم حضور شما هستیم. دریچه برنامه هنری، فرهنگی و ادبی است. در آغاز چند خبر کوتاه فرهنگی. تلویزیون ملی که یکی از رسانه‌های معتبر نظام امارت اسلامی در کشور بوده، به همین منظور مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر از بخش‌های نشراتی و تکنیکی آمریت را تلویزیون ملی این ولایت دیدن نمود و ارائه خدمات رسانه‌ای کارمندان آمریت یاد شده را قابل قدر دانست و گفت که در شرایط کنونی با امکانات کم فعالیت بیشتر را انجام می‌دهند. رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر تلویزیون ملی را پل ارتباطی میان ملت و نظام امارت اسلامی یاد کرد و از کارمندان این رسانه خواست که در عرصه کاریشان از صداقت و ایمانداری کامل کار بگیرند. قابل ذکر است که رادیو تلویزیون ملی لوگر بیشتر از 15 سال می شود که در این ولایت فعالیت دارد و به شمول مرکز تمام ولسوالی های لوگر را تحت پوشش نشراتی قرار داده است. این مکتب در منطقه لومان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی با هزینه 17 میلیون افغانی از سوی کمیته سیویدن ساخته شده است. از سوی مسئولان معارف، کمیته سیویدن و باشندگان محل افتتاح شد. مسئولان کمیته سیویدن میگویند که این مکتب ابتدایی دارای 12 صنف درسی، اتاق لابراتوار، صنف کامپیوتر و کتابخانه می باشد که در حدود 300 شاگرد در آن مصروف درس خواهند شد. مکتب در حال افتتاح می شود که در بیشتری از ولسوالی‌های دوردست هنوز هم اطفال از نعمت مکتب برخوردار نیستند. اینجا در ولسوالی برکی برک لوگر، همبستگان دور محمد گوهری پیکر بی‌نفس وی را برای ادای نماز جنازه و خاکسپاری بر شانه‌هایشان حمل می‌کنند. گوهری که یکی از شاعران مشهور کشور بود و چندین مجموعه شیری از او به جا مانده، اما قبل از چاپ 2 مجموعه شیریش با عمر 67 سالگی دنیای فانی را لبیک گفت. چه اسلامی امارت سی دیده تر ټول هغه غټ ارمان او هغه براورده سوی او د اسلامي نظام په فضا کې د الله تعالی حضور ته ورغی. نو موږ د دغه ځای ډیر لوی ګولو، دا یو ولسی شاعر او یو حماسي شاعر او یو جهادي شاعر او د په شیل باندې خلک ډیر کم پیدا کیږي. فرزند دور محمد گوهری میگوید که پدر وی علاقه خاص به نویسندگی و شاعری داشت که 6 مجموعه شعری آن به چاپ رسیده. مداد د اطلاعات و کلتور وزارت نه ناچاپ شوی ده، ناچاپ شعرونه دغه نه 2 مجموعه جوړیږي چې دغه چاپ سي. مولا دور محمد گوهری در سال 1333 هجری شمسی در خانواده متدین در ولسوالی برکی برک دیده به جهان گشود و همراه با تحصیلات مقدماتی از دارالعلوم حقانیه فارغ و ریاست مجموعات نهادهای مختلف را نیز بر عهده داشت و همچنان به صفت رئیس هنر و ادبیات تلویزیون ملی و مدیر تعدادی از مجلات ایفای وظیفه نموده که بالاخره به عمر 67 سالگی چشم از جهان بست. مدیر اداره انکشاف قرهقل میگوید آنان به منظور رشد اقتصادی و شناخت کالاهای با ارزش وطنی مانند هر سال بیش از 25000 پست قرهقل را به بیرون از افغانستان صادر نمودند. وی همچنان یادآور شد که هرچند روند کالاهای صادراتی به ویژه پست قرهقل کاهش یافته است، ولی آنان در زمینه دستاورد خوبی دارند. در هر سال حدود 2,500,000 یا 300,000 جلد پست چیز میشه در بازار عرضه میشه. گفتنی از مشکلات اجتماعی و دلیل سردی هوا سبب نابودی نسل قرهقل گردیده است و ای تاکید دارد تا مسئولان امارت اسلامی افغانستان در زمینه رفع چالش‌های مالداران توجه جدی نمایند. کتابخانه کاج با مدیریت و مسئولیت یک بانو با هزینه 150,000 افغانی در مرکز ولایت بامیان راه اندازی و افتتاح گردیده است. بنیانگذاران این کتابخانه میگویند این کتابخانه را به هدف رشد فعالیت‌های فرهنگی در ولایت بامیان راه اندازی کردند. با این حال شماری از بانوان در ولایت بامیان از راه اندازی این کتابخانه ابراز خرسندی کرده میگویند راه اندازی این کتابخانه امیدواری را برای فعالیت‌های فرهنگی بیشتر بانوان در ولایت بامیان ایجاد کرده است. گفتنی است که این کتابخانه با همکاری مؤسسه برک راه اندازی شده که بیش از 500 عنوان کتاب در بخش‌های مختلف را دارا میباشد. دوستان گرانقدر، کتاب را حافظه بشریت خوانده‌اند، مجموعه دانش و معارف، تاریخ مدون چند هزار ساله را در کتاب میتوان یافت. هیچ کدام از وسایل ارتباطی ژرفای لازم را در اندیشه و تفکر و حوزه قدرت خلاقیت انسان آنگونه که خواندن و نوشتن پدید می آورد ایجاد نمی کند. از این رو ترویج کتاب و کتابخوانی وظیفه و رسالت اصلی دست اندرکاران فرهنگ و دانش جامعه ما می باشد و یگانه مکانی که این همه دانش در آن انباشته شده است کتابخانه هاست. گزارش داریم از کتابخانه ولایت سمنگان. 50 سال قبل سیمای کتابخانه عامه ولایت سمنگان چنین نبود، اما اکنون با چهره دیگر، پنجره های باز و با جا گرفتن کتب مختلف و متنوع در قفسه های فلزی و چوبی، فضای آرام بخش را برای کتاب دوستان و علاقمندانش مهیا نموده است. این کتابخانه دارای 14291 کتب و مجله بوده و در سال 1351 هجری خورشیدی تأسیس که در یک وقت گنجایش 50 تن را دارا می باشد. تعداد کتب و مجله‌ای که در کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان وجود دارد 14291 جلد کتب و مجله می باشد و 9095 جلد کتاب‌های مختلف العنوان می باشد. بیشتر مراجعه کنندگان این کتابخانه را محصلین و دانش آموزان تشکیل می دهد. امید خرمی نمونه ای از دهات دانش آموز است و این نقش و اهمیت مطالعه را بدین گونه بیان می کند. کتاب خواندن در ضمن اینکه برای رشد فکری ما مؤثر است، یک نوع سرگرمی دلچسب است که به جای هدر دادن وقت‌های با ارزش ما استفاده می شود. زمانی که ما وارد دنیای کتاب می شویم، از طریق کتاب خواندن می توانیم که طرز فکر ما، رفتار ما و شخصیت عالی داشته باشیم. روزانه حداقل نیم ساعت یا یک ساعت خود از صرف مطالعه می کنم. انسانی که مطالعه بکنه، فهم و درک داشته باشه، او با یک انسان بی‌سواد و خیلی تفاوت خود داره. مطالعه کلید خوشبختی است. کتابخانه عامه ولایت سمنگان دارای 8 بخش بوده که شامل علوم دینی، روانشناسی، ادبیات پشتو و دری، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، انگلیسی و بخش‌های حقوقی و اقتصادی بوده و در کنار آن 6 کتابخانه دیگر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت نیز فعالیت دارند. بیننده‌های عزیز، علاقه‌مندانه برنامه دریچه، سرزمین زیبای ما به لطف و مهربانی خداوند بزرگ دارای منابع بزرگ طبیعی و معادن بزرگ احجار قیمتی است، اما برای استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی طرح و راهکار معیاری وجود نداشت. در این اواخر طرح برای استخراج این سرمایه ملی از طرف وزارت معادن روی دست گرفته شده است. گزارش در این باره را می‌بینیم. افغانستان کشور سرشار از منابع مدنی و انواع سنگ‌های قیمتی و فلزات می باشد، اما به دلیل عدم یک راهکار منظم طی 4 دهه اکثرا منابع طبیعی و معادن کشور به خصوص سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به گونه غیر معیاری استخراج و پروسس شده است. با روی کار آمدن امارت اسلامی روند قراردادها و استخراج معادن به گونه معیاری آن در دستور کار وزارت معادن و پترولیم قرار گرفته و با شفافیت در این راستا عمل می شود. این وزارت مصمم است تا با ایجاد نمایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور زمینه را برای معرفی اقلام مدنی کشور و جلب سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف منابع مدنی و نفت گاز افغانستان جلب نماید. موږ سرپوخ معادن لرو او د هر نوع معادن مغلرو دیغو دی معرفی کولو لپاره، دیغو دی ورپیژندلو لپاره ضرورت دی ستا چې نمایشگاه جوړ شي او د دې نمونه خارج کې د نړیوالو نندارتونونو ته وړاندې شي. نو هغه پیشنهاد شو او اهمیت یې په دې کې ده چې د موږ د تاسې معادن به دنیا ته وروپېژندل شي او تجاران به بیا مراجعه کوي دلته د هغو د خریداري لپاره، د هغو د استخراج لپاره، د هغو د پروسس لپاره، او د افغانستان په نوم باندې به هغه معدنیات بیا خارج ته صادریږي. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم همچنان میگوید برای استخراج معادن پروژه های بزرگ و بنیادی در کشور طرح و پلان های خوب روی کار است. مشهورترین معادن سنگ های قیمتی من مقامیتی داریم و کوشش میکنیم که پروسس در داخل افغانستان شود. حتی داری کوشش داریم که یک مارکت ملی و بین المللی در کابل ایجاد شود که کلی سنگ های قیمتی ما در اونجا باشه و تجار از خارج بیاد نمیجا خریداری کنه و نمیجا خارج صادر شود. در همین حال اتحادیه صادرکنندگان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی برگزاری نمایشگاه ها را برای معرفی و بازاریابی در داخل و خارج از کشور مؤثر دانسته و آن را یک گام نیک در راستای رشد اقتصادی کشور میخواند. تقدیر میکنم از وزارت معدن به خاطر طرحشان که یک طرح جاندار خوب ایجاد کردن که تا بتانیم ما سنگای منرال افغانستان را به نام خود افغانستان در جهان معرفی بسازیم. اگر این نمایش همین نمایشگاه در بیرون از به خاطر سنگ افغانستان ایجاد شود، این کار بسیار خوب و عالی است که در تاریخ ما ثبت گپ نداریم. با اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم در طی 1.5 سال گذشته این وزارت توانسته است که بیش از 70 نوع معدن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کوچک را از طریق داوطلبی با شرکت‌های داخلی قرارداد نماید و روی پروژه‌های بزرگ و بنیادی نیز کار جریان دارد. دوستان عزیز، شمار از جوانان طالقان ولایت تخار محفل ادبی را تحت نام شب همدلی و معرفت به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار کردند. در این محفل تعداد از جوانان گرد هم آمدند تا کنار هم لحظات را به خوشی بگذرانند و سنت قدیمی شب نشینی را هم زنده بدارند. گزارش بگذار در سکوت خودم زندگی کنم. برگزاری شب همدلی و معرفت در شهر طالقان، شماری از شعرا و فرهنگیان تخار برای نخستین بار به هدف ایجاد فضای اتحاد و همدلی بیشتر زیر یک سقف گرد هم آمدند و برنامه ای را تحت عنوان شب همدلی و معرفت را اندازی کردند. هدف از برگزاری این برنامه ما همدلی بودن و مهربانی بودن. خواستیم جوانان را، کسایی که همراه ما احساسات خود شریک ساختن، برای همدردی این جامعه با هم برگزار کنیم. همیشه یعنی ما تلاش گیره داشته باشیم، فعال باشیم، اما این فعالیت ها تک نفره خیلی مفید است. زمانی مفیدتر میشه که یک جمع زیر یک سقف مثل امشب صحبت کنن، با هم بگوین، یعنی تنهایی کار نمیشه کرد. خوانش مقاله، بیان خاطره ها و دکلمه اشعار از داشته های این برنامه شب همدلی و معرفت در شهر طالقان است که در این شب های زمستانی به شب نشینان شور و هلهله می بخشد. جز علم نیست راه دیگر پیش پای تو، علم تو هادی تو شود بر خدای تو. دوران ما با وحشت و ظلم و ستم گذشت، در زیر پای خان برنج و علم گذشت. در این حال آمر رادیو تلویزیون ملی در این برنامه به جوانان تخار اطمینان می‌دهد که ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت از تمامی برنامه‌های فرهنگی و هنری جوانان که سبب رشد فرهنگ اسلامی و اصلاح جامعه شود صادقانه حمایت خواهند کرد. ما از هر نوع برنامه فرهنگی، هنری، ادبی و کلتوری که مطابق شریعت اسلامی، عنعنات ملی و افغانی مردم افغانستان و ولایت تخار باشه ما حمایت میکنیم. گفته می شود پس از حاکمیت امارت اسلامی این نخستین برنامه شب شعر است که از سوی شماری از جوانان در همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ در شهر طالقان برگزار می شود. به باور فرهنگیان راه اندازی چنین برنامه های فرهنگی و علمی در راستای ایجاد فضای وحدت، همدیگر پذیری و همدلی میان جوانان افغان مؤثر است. دوستان عزیز، در طی سالیان گذشته بیشتر میراث‌های تاریخی ما به گونه غیر قانونی کشیده شده و یا قاچاق گردیده و یا هم به شکل غیر قانونی غصب شده و با اعمار خانه ها آن ساحات در خطر نابودی مواجهند. اکنون شمار از باشندگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خواستار حفظ و نگهداری آثار باستانی در ولسوالی قیصار شدند. ساکنان منطقه سلطان سنجر ولسوالی قیصار ولایت فاریاب میگویند که در زمان حکومت گذشته با حاکمیت زورمندان معادن و سنگهای قیمتی که از جمله آثار تاریخی و باستانی به حساب می آید به گونه غیر قانونی استخراج می شد. پس از حاکمیت امارت اسلامی از استخراج عتیقه های گرانبها جلوگیری گردیده و از این بابت اظهار خوشی می کنند. آنان میگویند که باید از این آثار باستانی به گونه جدی مراقبت شده و در موزیم ملی نگهداری گردد. در زمان دولت‌های پیشین از این منطقه از سلطانسنجر بالاخره آثار باستانی کشیدن، زیر خاکی مجسمه‌های بسیار بزرگ بزرگ باختری کشیدن. زیاد آثار باستانی هم در زیر خاک هست باقی مانده. ایج ما از امارت اسلامی بودم توقع داریم که در این بارت در آثار باستانی توجه بکنم، زیر خاک‌ها جلوگیری شود، من شوه، اینا را بگیرن به دیگه جا مصرف کنن، به سرک، به قیر، به پارک جور کنن. زمین های دولتی داریم ما، به دورین غره زمین های خوب خوب داریم، به دیگه جا مصرف شوه باید. از سوی هم رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید که اکنون جلو کندنکاری غیر قانونی و قاچاق توسط افراد گرفته شده و تحت کنترل مسئولان امارت اسلامی در آن ولسوالی می باشد. آثار تاریخی در ولایت فاریاب در یک تعداد ولسوالی وجود داره. نظر به فرمان امیرالمومنین که ما این مکتوب در تمام ولسوالی‌ها توزیع کردیم و زنا رساندیم که به هیچ جای هیچ کس حق نداره که سر به خود امی زیرخاکی آثار عتیقه اینا را کندنکاری کنه. در اطلاعات فرهنگ و بعضی آثار تاریخی فعلا هم هست اینجا پیش ما، لیکن یک جای مشخص نیست یا در نمایش گذاشته نشده تا حالا. ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که بیشترین آبدات تاریخی و آثار باستانی را در خود دارد. به باور کارشناسان امور، در صورت مدیریت درست این آثار به انکشاف سرمایه ملی نقش اساسی خواهد داشت. دوستان گرانقدر، مطالعه و خواندن کتاب فواید زیاد به مغز انسان دارد و مطالعه کتاب خوب بر علاوه صیقل ذهن انسان راهگشای خوب در فراز و نشیب زندگی می شود. اما هستند کتاب‌هایی که مطالعه آن بر علاوه اینکه سود ندارد زیان هم دارد. کمیسیون کتاب وزارت اطلاعات و فرهنگ روند جمع‌آوری کتاب‌های غیر ضروری را آغاز کرده است. گزارش در این باره. کمیسیون ارزیابی کتاب وزارت اطلاعات فرهنگ روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که محتویاتشان مغایر با ارزش‌های دینی و اخلاقی شناسایی شده باشد را آغاز کرده است. با گفته این کمیسیون، روند ویژه‌ای را برای ارزیابی کتاب‌های چاپ شده در داخل کشور و کتاب‌های وارداتی از کشورهای خارجی ایجاد کرده است که بر اساس آن ارزیابی کتاب‌ها در سه بخش انجام می‌شود. لومړی کټګوري هغه کتابونه چې هغه د افغانستان د خلکو د عقاید او د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې و، مثلا دلته د نورو ادیانو لپاره تبلیغ کېده. دوم کټګوري هغه کتابونه چې د ځوانانو د بد اخلاقی سبب کېدل، چې د فحشا کتابونه نور داسې مختلف ډول کتابونه. دریم کټګوري هغه کتابونه چې هغه د افغانستان د ملي منافعو خلاف. شماری از نویسندگان این تصمیم کمیسیون ارزیابی کتاب را به جا خوانده می‌افزایند که در دو دهه اخیر هزاران جلد کتاب به طور خاص در زمینه‌های مختلف منتشر شده که به دلیل محتویات مغریزانه ذهن نسل نو را منحرف و باعث گسترش انحراف در جامعه شده است. زد سخت دید کمیسیون استقبال کوم، خدای دې وکړي چې په ډیره دقت د کتابونو وسیله هغه موضوعات چې خلاف د ملي ګټو د افغانستان یا د مسایل دیپلماتیک یا دښمنی د خطره که د اسلامی کتابونه ای که د نور کتابونه وي باید هغه باید قید شي. دا د اطلاعات فرهنګ یو نیک کار دی، کتابونه باید وکتل شي او کوم کتابونه چې شریعت مخالف دي هغه موږ ټولنه بیرته د شریعت مخالف یعنی کوم موږ ټولنه د بحران په طرف باندې یعنی شریعت مخالف کورونه ته سوقیوی تشویقیوی زینت جوانا زینت اطفال دیگه باستر میشه خوبتر میشه به خاطر که از نگاه دین مقدس اسلام چون ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله دیگه بسیار خوب است. با گفته مسئولان کمیسیون ارزیابی کتاب این کمیسیون به همه نویسندگان داخلی توصیه کرده است که از تالیف و انتشار کتاب‌هایی که با شریعت اسلام جامعه و فرهنگ افغانستان در تضاد باشد خودداری کنند. دوستان این بود داشته ها و گردآورده های برنامه حاضر دریچه. تا برنامه دیگر و دریچه دیگر بدرود.